به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که جور سالیم و صحتمند باشید به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس شویم شماره ما را یادداشت کنید شماره ما عزیزان هست در 255 چهل از طریق این شماره شما میتونید که سوالات خودتان با ما در ارتباط بگذارید خب شاگردای عزیز و نازنین قصد داریم که درس 15 همه با هم دیگه آغاز کنیم در فصل چهارم قرار داریم با موضوع الکترومغناطیس در این جلسه قصد داریم در رابطه با داینمای بایسیکل با هم دیگه صحبت کنیم جنراتور ها را مورد بررسی قرار بدیم آهنربای برقی که قبلا هم با آهنربای برقی آشنا شدیم در فصله های مغناطیس این مورد بررسی قرار بدیم و در آخر هم یاد بگیریم که زنگ دروازه ها به چه صورت کار میکنه و ساختار اینها به چه صورت هستن اما قبل از شروع درس یک مروری بر درس جلسه قبل داشته باشیم که خیلی مهم بود درس جلسه قبل ما که از درس جلسه قبل قراره که در این جلسه هم استفاده کنیم از نکات از او پس یک مرور کوتاهی داشته باشیم در درس جلسه قبل ما خدمت شما گفتیم که اگر یک سیم داشته باشیم از این سیم ما جریان عبور کنه جریان برقی این سیم ما تبدیل به مغناطیس میشه و مغناطیس هم در اطراف خودش ساحه مغناطیسی داره حالا این سیم ما که تبدیل به مغناطیس شده و در اطراف خودش ساحه مغناطیسی داره اگر نزدیک یک آهن روبا قرار بدیم چون دو تا مغناطیس کنار هم قرار میگیرن اینجا یک قوه بر سیم ما وارد میشه دیگه باز در ادامه گفتیم که این قوهی که وارد میشه چون قوه یک کمیت ویکتوریه مسلما جهت داره دیگه جهت این قوهی که بر سیم ما وارد میشه بستگی داره یک به جهت جریان دو به جهت خطوط ساحه مغناطیسی این در درس جلسه قبل گفتیم باز در ادامه یک پدیده بسیار مهمی به نام القای الکترومغناطیس گفتیم جریان القایی رو گفتیم خب شکلش با هم دیگه یک بار دیگه رسم کنیم توضیح بدیم چون میخوایم از این القای الکترومغناطیس در درس استفاده کنیم دیگه یک یادآور شب برای شما عزیزان ما خدمت شما گفتیم که اگر شما یک کوایل یا یک سیمپیج داشته باشین سیمپیج کوایل دوتاش یک مفهوم میده پس یک کوایل ما داریم به این صورت هر دو طرف از این کوایل ما بسته کردیم به یک آله به نام گالوانومتر که گالوانومتر هم ما در درس جلسه قبل بررسی کردیم که کارش چیه کارش اندازه گیری شدت جریان و تعیین جهت جریان بود دیگه صحیح خب این گالوانومتر دارای عقربه است دیگه حالا شما در نظر بگیرین یک آهن هم اینجا رسم میکنیم که یهان رو ما دارای قطب هسته ن و اس گفتیم که اگر شما آهن را به سمت این کوایل حرکت بدین آهنروبا رو را نزدیک کنین به این کوایل شما میبینید که اقربه های تغییر میکنه چرا تغییر میکنه؟ اینجا نتیجه ای که میگیریم اینه که با نزدیک کردن یا رو با به کوال یک جریانی در مدار ما ایجاد میشه به این جریان میگیم جریان الغایی اگر شما آن رو از حرکت استاد کنید یعنی دیگه حرکت ندین میبینید که اقربه های گالوانومیت به صفر بر میگرده حالا اگر آن رو دوباره برگردانید به سمت مخالف حرکت بدین اقربه های گالوانومیت در خلاف جهت شروع به حرکت میکنه این جریانی که اینجا ایجاد میشه جریان القاییه و ما به این کار میگیم که القای الکترومغناطیس خب قصد داریم که از موارد استفاده کنیم و بررسی کنیم که داینموی بایسیکل جنراتورها و زنگ دروازه به چه قسم کار میکنن پس در ادامه دست با ما همراه باشید خب های عزیز اولین وسیله که موارد بررسی قرار خواهیم داد داینموی بایسیکل خب داینمای بایسیکل شما دیدین که یک مولد کوچیک برقیه که به اساس قانون القای الکترومغناطیسی کار میکنه کارش چیه انرژی حرکی دورانی حاصل از تایر بایسیکل به با انرژی برقی تبدیل میکنه کارش یه هسته خب ساختارش به چه صورته شما شکلش رو میبینید دیگه روی شکل اگه نگاه کنید ما بیشتر باز توضیح میدیم اه، یک آهنربا رو شما اینجا میبینید سایسته و اینجا هم که یک کوال یا سیمپیچ ما داریم خب حالا ساختارش به چه صورته خب ساختار از این داینامو به چه صورته نگاه کنید ما روی شکل هم به شما نشان دادیم که داخل داینامو یک مغناطیس یا یک آهنربای دایمی دائمی وجود دارد دیگه که این آهنروبا داخلی داخل مقدار سیمپیچ یا کوایل به چرخش در میایه چگونه به چرخش در قسمت بالای داینامو اگه شما نگاه کنید یه قسمت بالاش به لبه تایر متصل دیگه سیستم وقتی بایسیکل به حرکت در میایه یه آهنروبا هم داخل سیمپیچ به حرکت یا به چرخش شروع میکنه دیگه آهن روبایی که میچرخه یک ساحه یا یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکنه که سبب تولید برق میشه خب حالا با شکل نگاه کنید پس طبق توضیحاتی که ما دادیم خدمت شما عزیزان گفتیم دیگه شما می‌بینید این قسمت بالای از با این تایر متصل میشه سایستا وقتی که تایر حرکت میکنه قسمت بالام شروع به حرکت میکنه دیگه خب یک مغناطیس دائمی پایین وجود داره درش خط کشیدیم دیگه این مغناطیس هم شما می‌بینید که متصل است به این لبه بالایی لبه بالایی که با تایر وصل میشه حرکت میکنه مغناطیس هم حرکت میکنه خود مغناطیس داخل یک کوایل قرار داره دیگه شما کوایل هم میبینید یک سیمپیچ دیگه وقتی که این مغناطیس حرکت میکنه داخل کوایل یا سیمپیچ ما یک ساحه مغناطیسی متغیری اینجا ایجاد میشه که به این پدیده ما میگیم القای الکترومغناطیس یک جریان القایی اینجا ایجاد میشه که باعث این میشه که انرژی حرکی به انرژی برقی تبدیل شود این میشه از نحوه کار داینموی بایسیکل وسیله دیگه ای که بر اساس القای الکترومغناطیس کار میکنه جنراتور ها هست خب شما گاهن سوار لیفت شدین دیگه لیفت ها رو میبینین که در ساختمان ها و منازل بالا پایین میره حالا اگه برق قطع شوه خب این لیفت ها چگونه حرکت میکنن شما مسلما داخل لیفت ها اگر برق نباشه درای لیفت بسته میشه دیگه خب این لیفت ها وقتی برق قطع میشه چگونه حرکت میکنن یا در شفاخانه ها شما اگه نگاه کنید وقتی که یک مریض تحت عملیات دکتر قرار داره اگه برق قطع شود چه اتفاق میفته چه اتفاقات ناگواری در قسمت میفته خب اینجا برای حل مشکل باید چیکار کنیم یا تیاره ها و کشتی ها رو شما نگاه کنید اینها دیگه به برق یا به سیمکشی برق که دسترسی ندارند پس انرژی برقی خودشان چگونه تأمین میکنند جواب همه این سوالات استفاده از جنراتور ها است. پس شاگردای عزیز نازنین جنراتورها دستگاهایی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی برقی تبدیل میکنند و در واقع وسیله های بسیار مفیدی هستند گفتیم که از قطع برق در فعالیت های روزانه یا در اختلال اخلال کارها جلوگیری میکنن دیگه مثلا در شفاخانه از جنراتورها حتما استفاده میشه اما ساختارش به چه صورته قانونی که روی دستگاه جنراتورها حاکمه بر اساس القای الکترومغناطیس هست که ما گفتیم القای الکترومغناطیس هم توسط آقای فارادی کشف شد که به القای فارادی هم معروفه در واقع این اصل القای الکترومغناطیس که در شروع جلسه هم با هم دیگه بررسی کردیم بیان میکنه که تغییر ساحه مغناطیسی باعث ایجاد یک ولتاژ در یک هادی میشه شما روی شکل جنراتور هم اگه نگاه کنید میبینید که ما یک کوال یا یک سیمپیچ اینجا داریم و که این سیمپیچ ما داخل یک آهنربای دائمی در حال چرخیشه. و این باعث میشه که یک جریان القایی اینجا ایجاد شود و جنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی برقی تبدیل کنند ما در فصل های گذشته در صنف های گذشته در رابطه با آهنربا یا مغناطیس صحبت کردیم گفتیم که آهنربایی که ذاتی هستن اینا از معادن استخراج میشن آهنربا ها دارای قطب N و S هستن که مواد آهنی رو به خودشان جذب میکنن ساستا. حالا ما میخوایم بدانیم که آیا میتونیم که آهنربای مصنوعی هم ایجاد کنیم یا خیر شاگردای عزیز و نازنین ما میتونیم آهنربای برقی بسازیم به چه قسمی میگیم که اگر شما یک میخ داشته باشید مقداری هم سیم داشته باشین یک بیتری داشته باشین خب این سیم بگیرین به دور میخ پیچ کنین تا یک کوایل ساده ایجاد شود یک سیم پیچ ساده بازی دو سر سیم به بیتری متصل کنید که یک جریان اینجا ایجاد شود حالا این میخ خودتان رو نزدیک کنید به اجسام بسیار کوچیک مثلا به سوزن نزدیک کنید میبینید که اینها را جذب میکنن اینجا چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که با ایجاد جریان ما تانستیم که یک آهنروبای برقی بسازیم صحیح شد؟ حالا یه آهنربای برقی رو در سنفای قبلم یاد گرفتیم دیگه سوالی که خیلی مهمه و ما بتان... باید بتانیم با او جواب بدیم اینه که حالا که ما میتانیم آهنروبای مصنوعی بسازیم تفاوت آهنربای ذاتی با آهنربای برقی در چی مواردی میتونه باشه؟ به نظر شما در چی موارده؟ یکی دو موردش با هم دیگه بررسی کنیم آهنربای ذاتی آنروبای که از موادین استخراج میشه دیگه دارای دو قطبه ان و اس که قطبه هایش دائمیه اما آنروبای برقی رو ما ایجاد کردیم با ایجاد جریان خب این آنروبای برقی هم دارای دو تا قطب ان و اس هسته اما قطبای ازی موقتیه به چه قسم اگر شما جریان قطع کنید این آهنربای شما هم دیگه خاصیت خودش از دست میده و دیگه دارای قطب نیست پس آهنربای ذاتی قطبهایش دائمیه ولی آهنربای برقی قطبهایش دائمی نیست. یک تفاوت دیگه هم میتونیم بیان کنیم اینه که آهنربای ذاتی قدرت و محدودش مشخصه ثابته اما آهنربای برقی قابلیت تغییر داره شما میتونید جریان زیاد کنید یا سیمپیچ زیاد کنید و با این کار قدرت آهنربای خودتان زیاد کنید پس یک تفاوتی دیگه شیده دیگه آهنروبای برقی متغیره ما میتونیم که در ساختار از او دستکاری کنیم و آن رو قوی تر یا ضعیفتر کنیم ولی آهنربای ذاتی دیگه ثابت هسته سعی شد؟ این تفاوت هایی بود که ما برای شما عزیزان بیان کردیم یک وسیله دیگه ای که در ساختار از این وسیله از القای الکترومغناطیس استفاده میشه زنگ دروازه ها. خب وقتی که شما زنگ دروازه ها رو به صدا در میارید وقتی که کلید از ایره فشار میدید یک جریانی ایجاد میشه صحیحسته؟ پس یک جریان اینجا ایجاد میشه وقتی که جریان ایجاد میشه داخل این کوایل که به دورش خط کشیدم جریان ایجاد میشه دیگه این کوایل شما تبدیل به یک مغناطیس میشه سیستا یک ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه وقتی که تبدیل به مغناطیس شد این بازوی تماس که اینجا به دورش خط میکشم این بازوی تماس به سمت بالا کش میکنه سیستا چون خاصیت مغناطیسی پیدا کرد دیگه این بازوی تماس به سمت بالا کش میکنه وقتی که این بازوی تماس به کوایل شما یا سیمپیچ شما برخورد کرد جریان قطع میشه جریان که قطع شد دیگه اینجا ما پدیده مغناطیس بودن نداریم کوال دیگه خاصیت مغناطیسی خودش از دست میده وقتی که جریان قطع شد این بازی تماس محکم بر میگرده و به فلزی که اینجا قرار داره و ما به این فلز تماس میگیم محکم برخورد میکنه وقتی که برخورد میکنه اینجا یک صدای ایجاد میشه که ما این صدا را دیگه سهسته و تا زمانی که شما این زنگ در فشار میدین این پدیده تکرار و تکرار میشن صحیح شد پس این میشه نحوه کار زنگ دروازه ها دیگه خب شاگردای عزیز و نازنین درس ما به اتمام رسید ما در این درس چند تا وسیله رو با هم دیگه بررسی کردیم که از القای الکترومغناطیس پیروی میکردن یکی زنگ دروازه ها بود که خدمت شما گفتیم چه قسمی کار میکنه داینموی بایسیکل بود ها بود و آن روبای برقی بود خب این موارد ما با هم دیگه یاد گرفتیم به عنوان یک کار خانگی از شما عزیزان تقاضا میکنم که شما چند تا وسیله دیگر لیست کنید تهیه کنید که در ساختار اینها از القای الکترومغناطیس استفاده میشه این وسایل برای ما یک لیست تهیه کنید به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید خب درس ما به اتمام رسید چادرای عزیز و نازنین همه شما عزیزان به پاک مسوار موفق و پیروز و سربلند باشید